زندگی در زندان به قلم محمد نوریزاد، قصه هشتم، امین و علی. در سلول‌های انفرادی اطلاعات و سپاه هم تنگنای سلولی کوچک است، هم بلا تکلیفی، هم نه کاغذ، نه قلم، نه تلفن، نه ملاقات و هم سکوت. گاه اما سکوت با بردن و آوردن متهمین به بازجویی یا دادگاه یا بهداری یا با آوردن چهارچرخ قضا شکسته می شود. آن روز داشتم در سکوت سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات مشهد بر کاشی‌های حمام که بالای سرش دوربینی نصب کردن، با خمیر نان و با خط درشت نستعلیق با پهنای 5 سانتی‌متر می نوشتم انسان باشیم. سکوت تمام در زندان برقرار شده، تمام زندگی زندانی می باشد. سکوت بود و سکوت، و من همان سکوت را می بلعیدم و از درون آن قوقایی از زندگی برمی آوردم. وقتی می نوشتم انسان باشیم، این هم به خودم بود، هم به نگهبانان، هم به بازجوها، چرا که دوربین بالای سرم و نگهبانانی که روزی 4-5 بار دریچه کوچک را وا می گوشودند و می بستند، حتما و حتما می رفتند و گزارش می دادند که نوریزاد امروز بر کاشی‌های حمام که درست مقابل دریچه کوچک سلول انفرادی است چه می نویسند. لابد بازجوها به خود میگفتند بنویسد، ما که به خود مینگریم میبینیم انسان هستیم، شاخ و دم که نداریم تا جانور باشیم. آنها انسان بودن را با شکل بیرونی یک فرد که سر و کله و شکم و دست و پا و چشمی دارد و به خاطر عقلش از دیگر جانوران متمایز است اشتباه میگرفتند. انسان بودن عالی ترین مرتبه کمال بشر است که علاوه بر خود و خیشانش، انسان باید دیگران را نیز ببیند و برای دیگران همان حقوقی را بپسندد که برای خود و خیشانش میپسندد. بعدها به بازجو گفتم دایره انسانیت بسیار وسیع تر از محدوده افراد دوروبری های ماست. ما اگر خوبی و رفاه و دارایی و ادب و احترام و نوع دوستی را از دیگران برای خود و خیشانمان انتظار داریم، باید همینها را برای مردم محله تمام زندان برقرار شده، باید همین ها را برای مردم محله، مردم شهر، مردم دیگر کشورها و کشورمان نیز بخواهیم، نه اینکه برای خود آرامش بخواهیم و خانه و زندگی مردم سوریه و یمن و عراق را بر سرشان خراب کنیم و خودشان را بکشیم و همچنان خود را انسان بدانیم. نوشته انسان باشیم با خمیر نان و کاشی‌های حمام داشت پایان میپذیرفت که سر و صدایی در راه رو پیچی. 4-5 جوان را که عرب زبان بودن در سلول‌های روبروی من جای دادن. اسم 2 تا از آنها را هر روز می شنیدم، یکی علی و دیگری امین. این 2 در سکوت راه رو به آهستگی اسم همدیگر را صدا می زدن و به زبان عربی از همدیگر خبر می گرفتن. رفته رفته چند روز که گذشت، امین به پرسش‌های علی دیر جواب می‌داد. علی به زبان عربی چیزهایی می‌پرسید و انتظار داشت که امین زود پاسخ دهد، اما امین پس از چند بار پاسخی همراه با ناتوانی می‌داد. چند روز که گذشت، صدای پای کودکی در راه رو پیچید. آن کودک با کفش‌های کوچکش در راه رو می‌دوید و حتی تا نزدیکی‌های سلول من می آمد و به زبان کودکانه و به عربی چیزی می گفت و نگهبانان از پیش می دویدند و او را باز می گرداندند. تمام زندان برقرار شده، تمام گیرنده زندانی می باشد. گمان نخست من این بود که نه که جمعی از بانوان در آنجا زندانی بودند و مراقبان بانوان زندانی زن هستند، ای بسا این کودک 3-4 ساله که در راه رو می دود پسرک یکی از زنان مراقب استخدام شده در اطلاعات مشهد باشد. اما چند روزی دویدنهای آن پسرک 4 ساله ادامه داشت، هر از گاه و چند روز در میان. بعدها که حکمم صادر شد و اطلاعاتی ها از من چیزی کاسب نشدن الا شماتت ها و درشت گویی های بی پاسخ
و پرسش‌های سنگین من که بر صورتشان شرمی سرخ می‌نشاند مرا به زندان وکیل‌آباد منتقل کردند، به بند 6-1 و اتاق 6. تا وارد شدم نخستین کسانی که برایم کف زدند و مرا در آغوش گرفتند دو جوان عرب خوزستانی بودند. اسمشان امین و علی. آنها 5 نفر بودند که برای دیدار یکی از خیشان خود از خوزستان با یک پراید به تربت جام رفته و در همانجا بازداشت و به عنوان داعشی به سلول‌های اطلاعات مشهد برده شده بودند. امین 28 ساله بود و علی 38 ساله. آن پسر بچه‌ای که در راهروهای اطلاعات می‌دوید پسرک امین بود. امین برایم تعریف کرد. تمام در زندان برقرار شده. تمام گیرنده زندانی می باشد. امین 28 ساله برایم تعریف کرد که برای اقرار گرفتن از من به این که داعشیم هر روز مرا به تخت می بستن و بر پاهایم شلاق می زدن و به زور به من می گفتن راه برو. پاهایم تاول می زد، تاولها را می دریدن و باز می گفتن راه برو. راه که می رفتم رد خون بر کف سلول بازجویی به جای می ماند. امین برایم گفت از شلاق زدن که نتیجه نگرفتن مرا یک روز به سلول انفرادی بردن با چشم بند و گفتن حالا چشم بندت را بردار. چه دیدم؟ خانواده ام را که از خوزستان به مشهد آورده بودند و به سلول بازجویی اطلاعات. همسرم را دیدم و کودک 4 سالم را و به من گفتن اگر اقرار نکنی که داعشی هستی همسر و فرزندت را همینجا نگه می‌داریم. امین گفت ما شیعه بودیم و چون خیلی از شیعه بودن ندیده بودیم سنی شده بودیم و همین سنی شدن در نگاه اطلاعاتی ها ما را داعشی کرده بود. من با دیدن فرزندم به زانو در افتادم و هرچه آنها خواستن امضا کردم. اطلاعاتی ها به ما گفتن شما خیال داشتید جلیقه انتحاری بپوشید و وارد حرم امام رضا شوید. هرچه می گفتیم شما چگونه از خیال ما اینها را بیرون کشیده ای؟ ما را می زدن که تمام در زندان برقرار شده. تمام گیرنده زندانی می باشد. ما را می زدن که بنویسید و حرفی نزنید و ما امضا کردیم و حرفی نزدیم. در همان بند عمومی زندان وکیل‌آباد و در بند 6-1 که مخصوص سیاسی ها بود به 2 سنی دیگر برخوردم در اتاق خودمان که برادران امام زمان اطلاعات برای به زانو در آوردنشان گاز فلفل به مقعدشان تزریق کرده بودند و به آلت تناسلیشان. این دو به قاضی ذلیلشان گفته بودند اگر اجازه بدهی شلوارمان را پایین بکشیم تا نشانت بدهیم با ما چه کردن. من هر روز در آن اتاق که 22 نفر بودیم صورت علی و امین و تاج محمد و حسین سنی را می بوسیدم و از آنان پوزش خواهی می کردم. فراموش شما نشود از سید علی بپرسیم از کشتار زندانیان در سال 67 چه خبر. محمد نوریزاد 25 خرداد 99 زندان اوین.